بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبانگاهی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. تشییع نمادین پیکر امام حسن مجتبی علیه السلام در کربلا. اقامه عزای شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در بیت آیت الله العظمی شیرازی. مدیر اداره آب شهرستان کربلا: تأمین آب زائران میلیونی اربعین با محاسبات بشری و مهندسی ممکن نیست و قطعا دست غیبی در میان است. و دبیر کل سازمان ملل متحد از وضعیت سودان به شدت نگران است. وقت شما بخیر. حرم مطهر حضرت امام حسین و حضرت عباس سلام الله علیهما همزمان با هفتم صفر سال روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام غرق در عزا و ماتم بود. در مراسم باشکوهی که با حضور گسترده خادمان حرمین عباسی و حسینی در کربلای معلا برگزار شد، پیکر مطهر دومین امام مسلمانان به صورت نمادین تشییع شد. دسته ها و هیئت های عزاداری با حضور در حرم مطهر امام حسین و حرم مطهر حضرت عباس و بین الحرمین در سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام ضمن حمل یک تابوت چوبی نمادین و همچنین با حمل علم ها و پارچه نوشته های مشکی به سوگ نشستند. گفتنی است این مراسم هر ساله و همزمان با سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام در حرم مطهر حضرت ابا عبدالله حسین و حضرت عباس علیه السلام برگزار می شود. در سال روز شهادت سبت اکبر نبی مکرم اسلام حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام بیت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس قم برپا کننده محفل عزا و ماتم بود. گفتنی است در این مجلس که آیت الله العظمی شیرازی، علما، فضلای حوزه علمیه و جمعی از شیعیان حضور داشتند، سخنرانان به ایراد سخنانی پیرامون زندگی بابرکات و تحلیل و تبیین وقایع عصر امام حسن مجتبی علیه السلام پرداختند. شأن ذکر است این مراسم پرفیض در صبح روز شهادت به زبان فارسی و در بعد از ظهر به زبان عربی برگزار شد. این مجلس با اقامه عزا برای آن امام مظلوم و دعا برای تعجیل در فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف پایان یافت. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. وزارت حمل و نقل عراق اعلام کرده که نخستین قطار انتقال زائران ایرانی از بصره به سمت کربلا حرکت کرد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از الفرات نیوز، دفتر اطلاع رسانی وزارت حمل و نقل عراق توضیح داد که شرکت کل راه آهن عراق 16 قطار برای خدمت به زائران اربعین امام حسین علیه السلام در 4 محور اختصاص داده است. یونس الکعبی مدیر کل راه آهن عراق گفت که محور نخست بغداد کربلا و بالعکس، محور دوم بصره کربلا و بالعکس، محور سوم سوق و شیوخ ناصریه کربلا و بالعکس، و محور چهارم دیوانیه به کربلا و بالعکس است. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری حسین برای همه بشریت اقدام به توزیع 1200 شاخه گل رز در واشنگتن دی سی به مناسبت تعظیم شاعر سید و سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام کرد. هر گل سرخ با پیامی به این مضمون که این گل سرخ به افتخار مردی است که پاسدار کرامت و حقیقت انسانی، فداکاری در برابر ظلم و بی‌عدالتی و پایبند به اصول اخلاقی بود، هدیه می شود
مردی که از همه انسانیت دفاع کرد و نام او حسین نبی پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه و آله بود. گفتنی است در این مراسم فقط گل روز توزیع نشد، بلکه بیان ارزش‌های والای انسانی که امام حسین علیه السلام به آن سفارش کردند برای مردم بیان شد. در نتیجه ناآرامی‌ها و خشونت‌های گسترده علیه مهاجران در ایرلند شمالی، مسجد و فروشگاه‌های مسلمانان مورد هجوم قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از الجزیره المباشر، ایرلند شمالی در نتیجه ناآرامی‌های نژادی با افزایش تنش‌های فرقه‌ای که به خشونت دامن می‌زند، با یک هفته تشدید هرج و مرج مواجه است. با ادامه حملات به فروشگاه‌های متعلق به مسلمانان و خارجی‌ها که نگرانی‌ها را در مورد تشدید خصومت‌های فرقه‌ای افزایش می‌دهد، کنترل اوضاع برای مقامات دشوار است. در حادثه دیگر، جمعه شب مسجدی در یکی از شهرهای نزدیک بلفاست هدف قرار گرفت که باعث افزایش احساس ترس در میان مسلمانان شد. و خبری از قاره آفریقا، مقامات محلی نیجریه میگویند در پی حمله مسلحانه افراد ناشناس به روستایی در جنوب غربی این کشور، 10 نفر از اهالی روستا کشته شدند. ماتیو ابوا، مسئول رسانه ایالت بنو در جنوب غربی نیجریه، با انتشار بیانیه اعلام کرد که در پی حمله مسلحانه افراد ناشناس به روستایی در این ایالت، دست کم 30 نفر کشته شدند. در این بیانیه آمده است که افراد مسلح شبانه به روستای آیتی حمله کردند و اهالی روستا را بی هدف به رگبار بستند. این حمله منجر به کشته شدن 30 نفر و زخمی شدن بسیاری شد. برنامه سلام کربلای بخش فارسی شبکه تلویزیونی امام حسین علیه السلام امروز دوشنبه میزبان مهندس محمد نصراوی، مدیر اداره آب شهر مقدس کربلا بود که وی در این برنامه به پرسش‌های مطرح شده پیرامون خدمات این اداره در شهر مقدس کربلا به ویژه در ایام زیارت اربعین پاسخ داد. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. مهندس محمد نصراوی، مدیر اداره آب شهر مقدس کربلا، با حضور در برنامه سلام کربلا در بخش فارسی شبکه تلویزیونی امام حسین علیه السلام به پرسش‌های مطرح شده پیرامون خدمات این اداره در شهر مقدس کربلا به ویژه در ایام زیارت اربعین پاسخ داد. وی ضمن تشکر از تمامی موکب‌های حسینی که نسبت به تأمین مسکن و خوراک زائران زیارت میلیونی اربعین حسینی در حال خدمت رسانی هستند تأکید کرد این تلاش‌ها فقط توسط این موکب‌ها صورت می‌گیرد و هیچ ارگانی نه در عراق و نه در هیچ کشور دیگری نمیتواند این خدمات را برای میلیون ها زائر انجام دهد. مهندس محمد نصراوی با تأکید بر اینکه موکب های حسینی در خدمت رسانی به زائران اربعین رتبه اول را دارند، در ادامه افزود: ما هم در ادارات پشتیبان در شهر مقدس کربلا خود را خادم امام حسین علیه السلام میدانیم و باید در کنار هم برای خدمت رسانی به زائران تلاش نماییم. مدیر اداره آب شهر مقدس کربلا با اشاره به این نکته که تمام نیازمندی آب کربلا چه در ایام عادی و چه ایام زیارتی، همچون زیارت میلیونی اربعین، از داخل شهر مقدس کربلا تأمین می شود، اظهار داشت: علارغم حضور میلیونی زائران در ایام زیارت اربعین که میزان مصرف آب 300 تا 400% افزایش می‌یابد، فقط میتوان گفت که با عنایت خدای عزوجل این حجم از آب مورد نیاز تأمین می‌شود و نیازی به تأمین آب از خارج کربلا نیست. مهندس محمد نصراوی با تأکید بر اینکه در روزهای پایانی زیارت اربعین علاوه بر 3 میلیون نفر ساکن کربلا، حدود 10 میلیون نفر از سایر نقاط عراق و دنیا به سوی این شهر می‌آیند، گفت: این تعداد جمعیت برای نوشیدن آب
وضو گرفتن، شستشو و سایر مصارف از همین مقدار آب تولید شده استفاده میکنن و الحمدلله ما با مشکلی روبرو نمیشویم. مدیر اداره آب شهر کربلا با اشاره به اینکه این مسئله در محاسبات عادی بشری غیر منطقی است، چرا که خدمات ما فقط جوابگوی تأمین آب 3 میلیون نفر ساکن کربلا در طول سال می باشد. اما خوشبختانه با وجود این تعداد جمعیت که در ایام زیارت اربعین اضافه می شود، مشکلی جهت تأمین آب آنان ایجاد نمی شود و تمامی محاسبات مهندسی و علمی در قبال پاسخگویی به این مسئله عاجز هستند و در واقع اداره این مسئله جز با خدای متعال و وجود دست غیبی و عنایت امام حسین علیه السلام در این زمینه نیست. مهندس محمد نصراوی با تأکید بر اینکه ما شیعه اهل بیت هستیم و به این مسئله معتقدیم در ادامه افزود، ما در ایام زیارت اربعین بدون هیچ گونه احساس خستگی کار میکنیم و این مسئله فقط شامل اداره آب کربلا نمیشود، بلکه شامل تمامی ادارات خدمات رسان در شهر مقدس کربلا می شود تا در مقابل امام حسین علیه السلام و زائران آن حضرت روسفید باشیم. مدیر اداره آب شهر مقدس کربلا در این حال از موکب های حسینی، شهروندان و زائران حسینی تقاضا نمود که در مصرف آب صرفه جویی نمایند تا افراد بیشتری بتوانند از آب استفاده نمایند و ضمن برقراری ارتباط مداوم با اداره آب شهر کربلا از اقدامات خودسرانه نظیر آبرسانی و لوله کشی های غیر مجاز بپرهیزند. آنتونیو گوترش از همه طرف های درگیر در سودان خواست که به تعهدات بشر دوستانه بین المللی برای حفاظت و اجازه عبور امن برای غیر نظامیان پایبند باشند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. سازمان ملل متحد روز یکشنبه نسبت به درگیری‌های مداوم بین نیروهای مسلح سودان و نیروهای پشتیبانی سریع شبه نظامی RSF در دارفور شمالی ابراز نگرانی کرد. فرهان حق، معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد، در این رابطه گفت: آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، از وضعیت در حال تحول در الفاشر دارفور شمالی که درگیری شدید بین نیروهای مسلح سودان و نیروهای پشتیبانی سریع و عناصر جنبش‌های مبارزه مسلحانه گزارش شده است، به شدت نگران است. وی در ادامه افزود: این درگیری‌ها عواقب ویرانگری برای مردم غیر نظامی دارد. فرهان حق گفت که جنگ همچنین نیازهای بشر دوستانه را در الفاشر و اطراف آن تشدید خواهد کرد. در شرایطی که قحطی در اردوگاه زمزم در جنوب الفاشر رو به فزونی است و احتمالاً در دیگر مکانهای تجمع آوارگان در شهر نیز حاکم است. وی در ادامه گفت: دبیر کل سازمان ملل متحد از همه طرف‌های درگیر می‌خواهد که به تعهدات خود ذیل قوانین بین المللی بشر دوستانه برای حفاظت و اجازه عبور امن برای غیر نظامیان و تسهیل دسترسی سریع و بدون مانع به کمک‌های بشر دوستانه پایبند باشند. فرهان حق با تکرار درخواست خود برای توقف فوری خصومت‌ها و آتش‌بس پایدار گفت که آنتونیو گوترش همچنین از طرفا خواست به گفتگوهای سیاسی به عنوان تنها راه حل فصل مذاکره بازگردند. سودان درگیر جنگ بین ارتش به رهبری ژنرال عبدالفتاح برهان، رئیس شورای حکومت نظامی، و نیروهای پشتیبانی سریع شبه نظامی به رهبری معاون سابق او محمد همدان داگالو گرفتار شده است. بر اساس آمار سازمان ملل، در این درگیری‌ها که از آوریل 2023 آغاز شد، حداقل 12,260 نفر کشته و بیش از 33,000 نفر مجروح شدند. بحران انسانی در این منطقه روز به روز در حال بدتر شدن است و طی این مدت 6,800,000 نفر خانه‌های خود را ترک کردند و به دنبال امنیت در مناطق دیگر سودان یا کشورهای همسایه هستند. جدیدترین توافق آتش بس با میانجیگری عربستان سعودی و میانجی‌های آمریکایی در پایان دادن به خشونت شکست خورده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تشییع نمادین پیکر امام حسن مجتبی علیه السلام در کربلا.
اقامه اعضای شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در بیت آیت الله العظمى شیرازی. مدیر اداره آب شهرستان کربلا: تأمین آب زائران میلیونی اربعین با محاسبات بشری و مهندسی ممکن نیست و قطعا دست غیبی در میان است. و دبیرکل سازمان ملل از وضعیت سودان به شدت نگران است. بینندگان گرامی، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدایار و نگهدارتون.